یک هیئت کشمیری تظاهراتی را در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار کرد و رفتارهای غیرقانونی هند و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط سربازان هندی در جامو و کشمیر را محکوم کرد به گزارشی که همکالم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید تعدادی از فعالان کشمیری با راهاندازی تجمعی بزرگ در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نسبت به رفتارهای غیرقانونی دولت هند نسبت به مردم جامو و کشمیر اعتراض کردند سخنرانان بر نیاز فوری مداخله سازمان ملل برای توقف خونریزی و نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر تأکید کردند آنها نسبت به وضعیت اصفوار زندانیان کشمیری به ویژه زنانی که در مراکز بدنام مانند زندان تیهار نگهداری میشوند شوند تأکید کردند و بازداشت خود رهبران سیاسی روزنامه نگاران و فعالان هند تحت قوانین سختگیرانه را محکوم کردند سخنرانان خواستار آزادی فوری همه زندانیان غیرقانونی بازداشت شده شدند و از نهادهای بین المللی خواستند تا برای رسیدگی به این موضوع به هند فشار بیاورند. این هیئت خاطر نشان کرد که هزاران کشمیری که از پنج اوت و پس از آن بازداشت شده اند دور از خانه های خود در زندان های هند نگهداری می شوند. فعالانه یاد شده از مقامات هندی به دلیل استفاده از بازداشت های خودسرانه به عنوان ابزاری سرکوبگر علیه رهبران سیاسی کشمیری اعضای جامعه مدنی روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر انتقاد کردند. آنها همچنین اقدام هند نسبت به بازداشت های طولانی مدت تحت قوانین ضد تروریسم به منظور سرکوب مخالفان و القای ترس در بین مردم در جامو و کشمیر را محکوم کردند. این هیئت همچنین در مورد سیاست های هند با هدف تغییر ترکیب جمعیتی کشمیر ابراز نگرانی کرد و ایدئولوژی هندو توای بی جی پی را تهدیدی جدی برای موجودیت کشمیری ها نامید. آنها تأکید کردند که وضعیت حقوق بشر در این منطقه پس از لغو یک جانبه ماده 370 و 35 a توسط هند در اوت 2019 وخیمتر شده است. فعالان یاد شده از جامعه بین المللی خواستند تا به چالش های ناشی از سیاست های تووا در کشمیر رسیدگی کند.